به نام خدا. درود و سلامی دوباره خدمت شما دوستان و همراهان عزیز مصوف و بخش هواشناسی مصوف، با ما همراه هستید. برگشتیم پر انرژی تا این هفته رو با هم دیگه مشاهده کنیم. هفته بارشی 18 بهمن ماه تا 25 بهمن ماه، کم کم دما میره رو به بالا، نه اینکه خیلی بالا بره، از 0 درجه و یخبندان در قسمت هایی که خیلی سرد شده کم کم میاد بالای 0، ولی بعد از بارش های جزئی که داریم دوباره به زیر 0 میریم. ولی خب بریم داشته باشیم. میخوایم استان ها رو طبق معمول به ترتیب حروف الف با بگیم و از آذربایجان شرقی الان شروع میکنیم. افت دما تا منفی 10 درجه است. هفته تماما ابریه و بارش های اندکی هم داره در پنجشنبه و جمعه و شنبه، اما یک کمی این روزهایی که قبلش هست حالت ابری و نیمه ابری داره و بدون بارشه. آذربایجان غربی، افت دما تا منفی 7 درجه سانتیگراد. هفته تماما ابری و نیمه ابریه و بارش نسبتا خوبی رو در پنجشنبه و جمعه شاهد خواهید بود. اردبیل، افت دما تا منفی 12 درجه، هفته تماما ابری و نیمه ابریه. اصل بارش هم توی جمعه و شنبه است که بارش تقریبا خوب و متوسطیه، بعضی جاهاش خیلی کوچیک میشه بارش و بعضی جاها خیلی هم خوب میشه. اصفهان، افت دما تا 1 درجه است و بعد از اون کم کم دما از چهارشنبه میاد بالا و کمترین دما میشه 6 درجه و بیشترین دما هم 16 درجه است. هفته بدون بارش، اما پنجشنبه و جمعه و فردا که دوشنبه است حالت نیمه ابری کمی داره. البرز، هفته نسبتا سرد با افت دما تا منفی 2 درجه و بارش نسبتا خوب در پنجشنبه و جمعه و شنبه است. ایلام، کمترین دمای این هفته در این منطقه 1 درجه است و بارش خوبی رو در 3 روز پنجشنبه و جمعه و شنبه رو دارن. در این قسمت هم یک کمی افت دما رو بعد از بارش شاهد. کلن در مناطقی که بارش میشه بعدش افت دما رو داریم. میبینیم که یک کمی افزایش دما رو داریم از منفی به مثبت، اون به خاطر گرمای خود موج هست و بعد از اون بارش که ایجاد میشه ابرها که میرن سرمای کوه ها میاد پایین و دوباره افت دما داریم. بوشهر، کمترین دما 10 درجه سانتیگراد و بیشترین دما 23 درجه است. هفته بدون بارش، اما در جمعه و شنبه نیمه ابری میشه و بدون بارش بازم. تهران، افت دما تا 1 درجه سانتیگراد هست و بارش نسبتاً ضعیفه در روزهای جمعه و شنبه. هفته تماماً ابری و نیمه ابری، اما در ارتفاعات بارش‌های سنگین و سرمای شدیدی رو شاهد هستیم. چهارمحال بختیاری، شکست دماهای منفی و زیر صفر از سه‌شنبه به بعده، اما دما در شب به بالای 0 درجه میرسه و در روزها در 10 درجه هم طی میکنه. بیشترین دما در این منطقه بدون موج بارشی حالت 10 درجه و 11 درجه است در روز، که فقط حالت نیمه ابری و ابری داره و پنجشنبه و جمعه هم یه بارش خیلی کمی در چهارمحال بختیاری مشاهده میشه. خراسان جنوبی، دما همچنان در 0 درجه ادامه دار خواهد بود. در شب‌های سرد خراسان جنوبی یک شنبه و شنبه حالت ابری بدون بارش خواهد بود و شنبه هفته آینده بارش بسیار ضعیفی احتمالاً خواهد بود. خراسان رضوی، بارش نسبتاً خوب در دوشنبه و سه‌شنبه است که از ساعت 10 نیمه شب دوشنبه تا 9 صبح سه‌شنبه هستش این بارش و افت دما هم تا منفی 1 درجه است و بارش نسبتاً ضعیفه. در شنبه هفته آینده یک کمی هم بارش خیلی ضعیفی هم داریم. هفته تماماً ابری و نیمه ابری. دوستان عزیز، بعضی از آمارها واقعاً متغیر هستن. بعضی اوقات خیلی کم نشون میده و احتمال اینکه صفر بشه زیاده و بعضی اوقات متوسط نشون میده، احتمالی که افزایش داشته باشیم هم زیاده. خراسان شمالی، هفته تماماً ابری و نیمه ابری با افت دما تا 5 درجه زیر صفر است و پنجشنبه و جمعه و شنبه هم تماماً ابری و شنبه بارش نسبتاً ضعیفی تو این مناطق دیده میشه. خوزستان، کمترین دما 10 درجه است و بیشترین دما 25 درجه است. هفته بدون بارش برای این استان هست و پنجشنبه و جمعه هم حالت نیمه ابری میگیره، ولی خب بارشی در کار نیست. زنجان، هفته سرد با افت دمای منفی 8 درجه. تماماً ابری است این منطقه و این هفته پنجشنبه و جمعه و شنبه بارش نسبتاً خوبی رو داریم و هوا بعد از اون بسیار سرد میشه. سمنان، حرکت دمای کم و ملایم از منفی به سمت 0 و بالای 0 هستیم و به سمت 5 درجه در شب و روزهای 13 درجه برای آخر هفته است و آخر هفته هم بارش نسبتاً ضعیفی در جمعه در این منطقه شاهد هستیم که بعد از اون افت دما رو داریم 100 درصد. و کلن هفته ابری و نیمه ابری است برای سمنان. سیستان و بلوچستان، دوشنبه نیمه ابری و ابری میشه و بقیه هفته هم صاف و بدون ابر و بارش است. کمترین دما 4 درجه و بیشترین دما 20 درجه است. هفته کلن بدون بارش برای این منطقه. فارس، هفته بدون بارش در این منطقه با افزایش نسبی دما از 1 درجه در شب
به 6 درجه و 20 درجه در روز و کلن کم کم دما داره حالت خوب و نرمالش رو میگیره. کم کم از این هفته قصفیم حرکت از 0 درجه در شب به سمت 4 درجه و گرمتر شدن کاملا ملایم و آروم و هفته کاملا حالت ابری و نیمه ابری داره با بارشی که توی جمعه و شنبه هست که نسبتا خوبه و بیشترین دما هم توی روزم 13 درجه است و کمترین دما هم 0 درجه است. بعد از این بارش هم افت دما رو داریم، کلا هر منطقه هر بارشی داره بعدش افت دما رو داره. قم شکست یخبندان و سرما و حرکت به سمت 9 درجه در شب و 16 درجه در روز. هفته بدون بارش به جز جمعه که یه بارش خیلی ضعیف و کوچیک داره، اما هفته کاملا ابری و نیمه ابری شاهدیم که روزهایی که ذکر شد هم بارش داره. کردستان شکست نسبی دماهای خیلی سرد و حرکت به بالای صفر است در این هفته و پر از روزهای ابری و نیمه ابری است و بارش خیلی خوبی رو توی روزهای شنبه، جمعه و پنجشنبه رو شاهد هستیم. کمترین دما هم منفی 6 درجه است و بیشترین دما هم 8 درجه در روزه. ولی خب دوستان افت دما حتمی هست بعد از این بارش ها و دما دوباره زیر صفر میره. کرمان حرکت از دماهای سرد به صورت بسیار آرام و آهسته به دماهای بالاتر از 2 درجه در شب و به 8 درجه میرسه و 18 درجه هم توی روز میشه. هفته کلن صاف و بدون بارش در کرمان شاهد هستیم. کرمانشاه حرکت آرام دما از یخبندان ها به دماهای بالای صفر است. بارش خوب در پنجشنبه و جمعه و شنبه، اما افت دمای بعد از بارش هم اینجا شاهد هستیم که دوباره هوا رو سرد میکنه. کهگیلویه و بوی رحمت کمترین دما منفی 7 درجه است و حرکت به سمت دمای 2 درجه در شب میشه، یعنی دیگه منفی 7 آروم آروم میشکنه میشه 2 درجه در شب و 10 درجه هم توی روز میشه و کلا هفته کاملا صاف و بدون ابر به غیر پنجشنبه و جمعه است که در روزهای ذکر شده بارش بسیار خوب و عالی شاهد است. گلستان هفته تماما ابری و نیمه ابری و شروع بارش در جمعه و شنبه است و افزایش دما از یخبندان به بالای 0 درجه است و کلا افت دما کم کم میشکنه، ولی خب بعد از بارش دوباره افت دما رو شاهد هستیم. گیلان هفته تماما ابری با بارش خوب در روزهای شنبه و جمعه است و تراکم ابری در این منطقه بسیار بالاست. به همین علت ممکنه روزهایی که بارش داریم بیشتر بشه یا شدت بارش قوی تر بشه و کمترین دما 6 درجه سانتیگراد است و بالاترین دما 16 درجه سانتیگراد در روز است. لرستان حرکت ملایم دما از منفی 4 به بالای 0 درجه است. هفته این نسبتاً ابری و نیمه ابری همراه بارش های خوب در جمعه و شنبه و بعد از آن افت دمای نسبی رو هم شاهد خواهیم بود. مازندران هفته با تراکم ابری بالا و بارش بسیار خوب در پنجشنبه و جمعه و افت دما در روزهای بارش و بعد از روزهای بارش رو شاهد خواهیم بود. مرکزی هفته ابری و نیمه ابری است که افزایش ملایم دما رو داریم که از زیر صفر به روی صفر میرسیم و دیگه حالت یخبندون و سرمای شدید کم 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 میشه و بارش نسبتا خوبی رو در شنبه داریم که باعث افت دمای دوباره میشه، یعنی یه کوچولو دما میاد از یخبندون در بیاد، شنبه یه بارش کمی داریم و بعد از اون دوباره هوا سرد میشه. هرمزگان هفته بدون بارش و حتی لکه ابر در این قسمت کشور هستیم. کمترین دما هم 13 درجه است و بیشترین دما 25 درجه در روزه. همدان هفته بارش خوبی رو داریم تو این قسمت و حرکت ملایم دما رو از منفی به بالای صفر شاهد هستیم و پنجشنبه و جمعه هم بارش بسیار خوبی رو مشاهده میکنیم که بعد از اون افت دما دوباره به زیر صفر میره و این حالت گرمتر شدن دما طی یکی دو روز انجام میشه و بعد از بارش و حین بارش این افت دما رو احساس میکنید و دوباره کمترین دما رو منفی 5 درجه احساس خواهید کرد و 6 درجه در روز گرما رو خواهید داشت. و حالا استان یزد آخرین استان هفته بدون بارش است و شروع بارشی هم که یه شیب بارشی بسیار خوبی رو داره در شنبه دیده میشه به صورت افزایشی به سمت نمودار بسیار عالی است، یعنی کلن همه هفته بارش نداریم اما شنبه یه دفعه بارش بسیار عالی مشاهده میشه. احتمالاً این بارش ادامه دار خواهد بود چون که ما آمارمون کامل نیست، به صورت شیبی که مشاهده میکنیم احتمال زیاد ادامه دار خواهد بود و بیشترین دما هم توی منطقه 20 درجه است و کمترین دما 4 درجه. امیدواریم بارش شنبه بسیار عالی باشه برای استان یزد. خیلی ممنونم از لطف و انرژی مثبت همیشگیتون. امیدوارم که از این بخش هواشناسیمون خوشتون اومده باشه. با لایک و انرژی مثبتتون حمایت کنید که بقیه دوستان هم ببینن و بتونن برنامه ریزی کارهاشون رو انجام بدن. با اجازهتون خدا نگهدار. جهان با مو سبز است.